سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از تیکه سنگین محسن تنابنده به مسئولین نظام، با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. آقای محسن تنابنده از اون دست از بازیگران و هنرمندانیه که توی این مدت اعتراضات در کنار مردم مونده و در فضای مجازی نسبت به اتفاقات روز جامعه و اعتراضات حرفهای مسئولین رده بالای ایران واکنش‌های تندی نشون میده. آقای تنابنده چند وقت پیش بعد از تیتری که در کیهان چاپ شده بود که نوشته بود سینمای ما بدون بازیگران 30 سال اخیر کنفیکون نمی شود، پاسخ تندی برای کیهان نوشت و گفت بی سوادی پدر مملکت رو در آورده، یارو تیتر زده سینمای ما بدون بازیگران 30 سال اخیر کنفیکون نمی شود. خب پخمه، وقتی دهن پر می کنی میگی سینمای ما، یه نخود مغز هم داشته باش بفهم که این سینما با وجود همین بازیگرا و بزرگان قبل اینها شده سینمای شما. بعدم اینو یادت باشه، هیچ حرفه و شغلی بعد انقلاب به اندازه سینما به این سطح از پیشرفت و بالندگی نرسید. در پی دستگیری ترانه علی دوستی هم با انتشار این عکس از اون نوشت ترانه در حرفه خودش جایگاه رفیعی داره و کارشو خوب بلده. هر کدوم از شما مسئولین حکومتی و مملکتی اگه میتونستید 1/3 از کارایی ترانه رو که در شغلش داره در منصبهایی که اشغال کردید داشته باشید، شرایط مملکت امروز این نبود. و با آزادی ترانه هم عکسی از اون منتشر کرد و نوشت آزادتر از همیشه. با انتشار این عکس از مزار نیکا شاکرمی، دختر 17 ساله که در روزهای اولیه اعتراضات به طرز وحشتناکی به دست سرکوبگران کشته شد، نوشت جگرگوشه سرزمین نیکا شاکرمی. این عکس رو هم از علی کریمی پست کرد که روی اون نوشته شده شرافت. با انتشار پستی هم نوشت چگونه می توانیم نسل جدید را قانع کنیم که آموزش کلید موفقیت است، در حالی که با تحصیل کرده های فقیر و دزدهای ثروتمند احاطه شده ایم. در پی اعدام بیرحمانهی که دیروز صورت گرفت و دو معترض جوان به دار آویخته شدند، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، آقای محسن تنابنده با انتشار پستی از نقشه که عکس میدان محمدیه میدان اعدام در اون هست نوشت میدان اعدام تهران، میدان اعدام محمدیه فعلی، کوچه تخت پل، اینجا به دنیا آمدم. پدرم شرم داشت از این آدرس، وقت نشونی دادم میگفت بگین میدان محمدیه نگین میدان اعدام، ولی به هر کی میگفتیم میدون محمدیه میپرسید میدون اعدام دیگه. پدرم که اسم میدون محمدیه رو با یه صلوات میآورد الان چند سال فوت شده، غافل از این که این اسم ننگین با هیچ سلام و صلواتی از ذهنها پاک نمیشه. محسن تنابنده در استوریش هم این دیوار نوشته رو منتشر کرد به مامان چیزی نگو. آخرین حرفهای محمد مهدی کرمی که دیروز اعدام شد به پدرش که گفته بود حکم اعدامم اومده بابا، ولی به مامان چیزی نگو. قبل تر هم که مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و همچنین نماینده مجلس خبرگان اسلامی در روزهای حساس و ملتهب اعتراضات حرفهای عجیب و غریبی زده بود. مصطفی میرسلیم گفته بود بنده در چند ماه پیش و قبل از شروع این نارامی‌ها افرادی رو در سطح شهر دیدم که لخت مادرزاد بودند. این اتفاقات نشان می‌دهد که دشمنان جمهوری اسلامی از چند ماه قبل برنامه داشتند، چون ریشه این انقلاب اسلامی فرهنگی و دینی و معنویه. دشمن صدها مؤسسه تبلیغاتی برای شناخت جمهوری اسلامی و روش ضربه زدن به نظام تأسیس کرده. در ادامه هم گفت دشمنان نظام فهمیدن که با پافشاری بر مسائل نظامی کارشون پیش نمیره. از طرفی هم برای خودشون نتیجه خوبی نداره، چون سابقه 8 سال جنگ تحمیلی رو دیدن. برای همین رفتن، کلی فکر کردن و بر اساس مطالعات دقیقشون به این رسیدن که به مسائل فرهنگی و معنوی ما ورود کنند و بالغ بر صدها مؤسسه برای شناخت اسلام و ایران و انقلاب اسلامی ایران تأسیس کردند. در ادامه هم گفت بی‌حجابی به خاطر ضعف گشت ارشاد نیست، اینها همه برنامه دشمنه.
و اخیراً هم بعد از اعدام دو معترض دستگیر شده، مجید رضا رهنورد و محسن شکاری، گفت که همه معترضین دستگیر شده باید در فاصله زمانی 5 تا 10 روزه اعدام بشن و نباید بین دستگیر شدن و اعدام شدنشون اینقدر فاصله بیفته، که این حرف‌های عجیب با توجه به سابقه افتضاح پسر خودش در همکاری با سازمان مجاهدین خلق و زندانی شدنش به جرم جاسوسی برای این سازمان واکنش‌های زیادی رو در پی داشت. آقای محسن تنابنده هم با انتشار این عکس از مصطفی میرسلیم نوشت: چطوره که من به خاطر چند پست تسلیت ممنوع کار میشم؟ البته افتخاری است ممنوع کاری در تلویزیون. بعد این آقا که مصلحت مملکت رو حتی نتونسته تو کله پسرش فرو کنه و آقازاده از راه به در شد و عضو منافقین، الان هم نماینده مردم در مجلس، هم عضو تشخیص مصلحت نظام. شما نباید در مقام سوال کننده باشی آقا جان، بلکه میبایست در پیشگاه ملت پاسخگو باشید. چند وقت پیش نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اظهارات تند خودش در صحن مجلس موجب خشم مردم و به ویژه هنرمندان شد. نماینده‌ای که با رأی همین مردم به مجلس راه پیدا کرده بود تا پاسخگوی نیازهای اونها و شهرشون باشه، حالا به راحتی با بالا بردن صداش در صحن مجلس خواستار اعدام بازداشت شدگان اعتراضات و سرکوب بیشتر معترضان شد. حرف‌هایی که بی پاسخ نموند و باعث حواشی زیادی در بین مردم و هنرمندان شد. نماینده مردم خمینی شهر گفته بود از اعدام جوانی که فریب خورده و جرم مرتکب شده و حکم شرعی و قانونی اون اعدامه به هیچ وجه خوشحال نیستیم، و در ادامه خواستار این شده بود که 4 از انگلای اقتصادی رو در ملأ عام اعدام کنید و گفت باید مفسدین اقتصادی رو مثل محاربین اغتشاشات به دار بیاویزیم تا امید و اعتماد در دل مردم ایجاد بشه و تورم هم کنترل بشه. هرچند رسانه‌های خارجی این مسائل رو به ما نسبت میدن، اما ای مجلس، ای دولت و ای قوه قضاییه، اگر این کارو بکنید فضای ملتهب سیاسی فروکش میکنه و تورم کنترل میشه. اون همچنین در خصوص تصاویر عمام پرانی آخوندها توسط جوانان در فضای مجازی که بسیار هم وایرال میشه گلایه کرد و گفت کسانی که چنین کاری میکنن باید بدونن امام امت و علمای بزرگ اسلام و حتی خود امام حسین هم نه تنها عمامش رو پراندن، بلکه سرش رو هم به همراه عمامش پراندن. در ادامه هم گفت ممکنه که روحانیون مدارا کنن و با آرامش برخورد کنن، اما کسایی که با دم شیر بازی میکنن باید بدونن که نتیجه کارشون رو خواهند دید. این صحبت‌های تند نماینده خمینی شهر باعث شد که محسن تنابنده بلافاصله با انتشار پستی جواب این نماینده رو بده. محسن تنابنده نوشت: آقای مشوق اعدام، روزه الکی نخون وقتی پامنبری نداری. مردم این بازیای شما رو فوتن که چی می‌خوای بگی؟ دغدغه مردم رو داری؟ اگر خیلی دغدغه معیشت و اقتصاد مردم رو داری، از خودت بپرس من در این منصب چیکار می‌کنم و تا حالا چیکار کردم؟ بعدم آروم جاتو بده به یه کننده وانا، بذار گشایشی بشه. باور کن شایسته سالاری بایسته ترین کار در این راه شکوفایی اقتصاده. اگرم غیر از این فکر میکنی و به حرفت خیلی اعتقاد داری، اینو بدون که خودت به واسطه منصبی که اشغال کردی و تأثیری که این مناصب در چرخه مریض اقتصاد ایران داره، باید در صف اول اعدام شوندگان باشی. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.